چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، آینده مانی تو جا بدان. ای دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم. در با لگد باز شد، تیراندازی شد. من حالا پای تلفنم، اصلا نمیدونم چی شده. یه وقت دیدم که سه نفر زمین نشستن با اسلحه رو به بچه ها، هیچ کی تکون نخوره، مغزتون رو میریزیم رو دیوار، چنین میکنیم چنان میکنیم، تیرم در کرده بودن. راجع به هجرت، من در امریکا بودم، هیچ اطلاعی هم راجع به این مسئله نداشتم. یه روز دختر خواهرم زنگ زد و گفت که دایی از روزبه خبر داری؟ دختر خواهرم توی مینیسوتا است. بعد گفتم که تازگی خبری ندارم، اگه خبری شده. گفت مثل این که روزبه رو گرفتنش. همه رو رو به دیوار رو بایستین و چنین و چنان، دخترها جدا و پسرها جدا. و همون موقعی که دختره از راه رسیده بود، روپوشش رو در آورده بود، روپوش مقنعش رو در آورده بود، آستین تا اینجا تنش بود. بعد خیلی گرم بود، تیر ماه بود دیگه، یکی از اینا با لگد گذاشت تو چشم این دختر که تو حجابت کن. گفتم که یعنی چی روز برای گرفتن؟ گفت توی جریان تظاهرات روز برای گرفتن. خب من خود به خود ناراحت شدم، نمیدونستم چیه جریان. سعی کردم با ایران تماس بگیرم، نتونستم. دیدم تلفن مادرشو هرچی گرفتم، تلفن خودشو گرفتم، فقط انسرینگ ماشین بود، جواب دیگه نمیداد. من چیزی نمیتونستم بگیرم. تا به ایران زنگ زدم، دیدم خواهرم داره گریه میکنه. گفتم چیه که؟ گفته که روزبه رو گرفتنش و خدا به جوانیش رحم بکنه. اول که توی زندان توحید که من نمیدونستم کجاست، ما رو برده بودم با چش بسته، یه چندین ساعتی که ما رو توی محوطه حیات مانندی که یه حوضی وسطش بود نگه داشته بودن. بعد از یه چند ساعتی به اتاقی بردن که لباسا رو در بیاریم. البته این برای دخترها خیلی سخت‌تر بود که دخترها رو وقتی چششون بسته است گفتن لخ شد اینجا و لباس زندان بپوشنم. تو فرهنگ ایرانی یه خورده این موضوع مشکل تره، به خصوص وقتی نمیدونی که اونجا وایساده و چند نفر دارن میبینن که تو داری لباس عوض میکنی. به هر حال لباس زندان رو تن ما کردن، بعد به یک اتاقی منو بردن که فکر میکنم حالا دبیرخانه دفتر زندان یا هر چی بود که ساعت و ماعت و کیسه لباس و هر چی که اونجا لباس رو عوض کرده بود از تحویل میگرفتن. اونجا برگشت گفت اسم تو چیه؟ من گفتم روزبه فراهانی پور. صندلی خورد تو سرم، چجور کتککم زدن. اگه شما روزبه مرد، تو دیگه 607 که شماره سلول من بود. 607 به هم تلفن زدن که تو مادر روزبه فراهانی پور هستی. گفتن که فردا بیا به زندان اوین و پسر تو ساعت 5 اعدام میکنیم، ساعت 6 بیا جنازش رو در بگیر. این وحشتناکترین چیز و نزدیکترین چیز به من، من نمیفهمیدم، فقط فریاد میزدم. من اینقدر فریاد زده بودم که خونه ما تو سعادت آباد بود. وقتی آمدم بیرون از سه تا کوچه اون برتر دور خونه ما جمعیت جمع شده بود و همه فکر کرده بودن که روز برای ادامش کردن. آویزون میکردن، میزدن کف پا رو، کف دست رو. من از زندان که بیرون اومده بودم فکر کنم یک ماه 40 روزی خطایی رو کف دستم از بین نرفته بود و همه اینها بود. البته فکر کنم شاید من چون نویسنده بودم یه خصومت بیشتری با دستای یک نویسنده داره جمهوری اسلامی طبیعتاً، تا با چیزهای دیگه. یا کف پا رو که میزدن سعی میکردی برای اینکه غرورت نشکنه رو پاهات وایسی، برای اینکه نشون بدی که از اینا شکسته نشدی. البته اینا همش روزای اول بود. بعد از یه مدت دیگه واقعا چیزی برای آدم باقی نمیموند. یا اون روزا مثلا شلاق آویزونت میکردن، شلاق میزدن، به جای اینکه جیغ بزنی سعی میکردی سرود ایران بخونی که مثلا روحیه بدی، در حالی که اونجا کسی نبود که بهش بخوای روحیه بدی. فقط کاری که میکردی معذرت میخوام، بازجو رو عصبانی تر میکردی برای اینکه بیشتر و خشن تر بزنت. اصلا داشتم دیوانه میشدم. خب کسی که
من همیشه باش در تماس بودم، ولی وقتی که گرفتن، اگر یه وقت مثلا یه نفر مریضه، خب آدم تلفن میکنه حالش رو میپرسه، ولی در اون شرایط وقتی که من گرفتم و هر کس هم که میگفتن، میگفتن خدا به جوانیش رحم کنه، میگفتن اعدامش میکنم بدون بار برگرد. شب لاستیک ماشین منو فکر میکنم با چاقو پارش کردن لاستیک نو اینا رو، و دوباره مجبور شدم امروز برم لاستیکمو عوض کنم. یکی دو هفته پیش خون روی ماشین ریخته بودن، دوباره این کار تکرار شده. خیلی پیش میاد ترورش بخوان بکنن، تهدیدش بخوان بکنن، همه اینا هستش، ولی در مقابل کاری که میخواد بکنه اینم باهاشه دیگه. مسلماً من نگران هستم، این اصلا تو اگر بگم نیستم دروغ گفتم، نگرانش هستم. و اگر یه روزی بگه که من میخوام به خاطر ایران همه چیزمو بدم، من کاری نمیتونم بکنم. این چیزی که خواسته، میخواد مملکتش رو آزاد کنه، باید از خطر نترسه. اگر بترسه و اگر منی که مادرشم بترسم، به هیچ جایی نخواهیم رسید. من یکی دو مرتبه گفتم بابا تو راهی که داری میری، راهت هم دوره هم پر خطره. بعد در جوابی که من گفت من هدفم یه چیزه و راهی که دارم میرم مهم نیست که طولانیه یا پر خطره، من این راه رو خواهم رفت. فقط آرزوی موفقیت چی میکنم، این تنها چیزی که واقعا من میخوام و امیدوارم موفق باشم. همه خانواده عرق وطن رو داشتن، عاشق وطن بودن، عاشق آزادی وطن بودن. به خاطر همین هیچ وقت ما به بچه هامون نگفتیم که دنبال آزادی وطن نرین، برای استقلال وطنتون فعالیت نکنین. بنابراین همیشه فعالیت کرد. از بچگی یه فرد، یعنی از نظر من یه فرد خیلی باهوش بود. چیزی که از خاطر خوب برام هست، یکی من یه روز از محل کارم رفتم خونه، بعد دیدم که میز شطرنج داشتیم. دیدم میز شطرنج چیزه سنش 4 سالش بود و از من پرسید که بابا میخوای بشینی با من شطرنج بازی کنی در سن 4 سالگی. روزو بچه خیلی خوبی بود، بچه مهربونی بود، دوست داشتنی بود. مامان من از بچگی دست اینو میگرفت با خودش این ورون ور میبردش، و اون اوایل انقلاب که 7-8 سالش بیشتر نبود شعار نویسی هم کرده. به من نمیگفتش مامان من، که اینو میبردن روی دیوار شعار مینوشتن. تازه جمهوری اسلامی آمده بود، ولی همون موقع بر علیه جمهوری اسلامی فکر کنم 8 سالش بود. اینجا خیابان وست بوده و محلی که بهش تهران جلس میگن، این دو بلاک به خصوص دو بلاک معروف ایرانی هاست، محلی که بیشتر بیزینس های ایرانی در اون قرار دارن. از نظر آماری 527 بیزینس ایرانی در این خیابون وجود داره. اینجا هم محلیه که دفتر جدید مرز پرگوهره و از اینجا ما داریم پوشش میکنیم بتونیم همکاری بکنیم با بچه هایی که در درون کشور هستن و به صورت یک هدکوارتر یا مرکز رهبری از اینجا هدایت بکنیم جریان مبارزه با جمهوری اسلامی شون. در شرایط کنونی و با فضای خفقان کنونی، هیچ سازمان و ارگان و تشکیلاتی به صورت تشکیلاتی در درون ایران نمیتونه فعالیت کنه، مگر به صورت زیرزمینی و در شرایطی که بخش اصلی و رهبری اون در خارج از کشور باشه. I'm Babak Namdar. I am 28 years old and I've been a member of Mazda for about 4 years now. شرایط داخل ایران خوب نبود و از ایران خارج شدم حدود 5-6 سال پیش. I'm a religious refugee. I was brought here with this Jewish organization, so we sort of fled. I mean, even though we fled Iran when I was very very young, you know, the upbringing that my mother and father had were Iranian, so therefore I was brought up with the Iranian culture more or less. شرایط فشار سیاسی بود، فشار روی مردم بود، فشار این حالتی بود که برای منم تحمل آور نبود و از ایران خارج شدم.
regardless of the fact that I was raised here, I still feel Iranian. I honestly love my culture. I love everything about it. Iran is my motherland. It is my culture, it is my way of life. Iran خب یه چیز دیگه است. My home, my country, where I'm from, my roots. دوست داشتنی ترین چیز توی دنیا. The goal of the organization is to essentially overthrow the Islamic Republic and replace this theocracy with a secular republic. حالا این بودیم که اول اساسنامه‌اش رو بنویسیم. یه کارهایی رو تونستیم انجام بدیم، یه قدم‌هایی رو جلو بردیم. چون وقتی میگیم حزب، ما فقط هدفمون براندازی نیست. دنبال برنامه‌ریزی برای آینده میهن هم هستیم. We organize campaigns, we write statements, articles, gather groups, talk to other organizations, try to recruit new members. Attend various TV shows, attend various events that relate to Iran or the Islamic Republic. Essentially try to get everybody involved more or less. Masburger gives people like me who were, you know, who try to pretend that they're not Iranian the chance to be an Iranian and to see what an Iranian is and what an Iranian can do for their country of Iran. It just feels good being part of an organization that actually is doing something. I mean, talking about it is fine and everything, but we've seen that obviously talking does not necessarily lead to any positive developments taking place, as the last 27 years can attest to. تو یک مسابقه فوتبال نگاه میکنید، احساسات ملی مردم ایران چطوری یه دفعه جریحه دار میشه، تمام مردم به خیابون‌ها میریزن. اون مسئله ملی و اون حرکت دموکراسی خواهی مردم ایران و اون حرکت جوانگرایی که در وجود مردم هست به طور غیر مستقیم اونها رو پیوند میده با اندیشه و ایده مرز پرگوه. It's not about religion in this organization, it's about your Iranian-ness, and regardless of what you are, Baha'i, Jewish, Christian, whatnot, and we are all here, that you're not criticized for that. That's your own personal beliefs, but what we focus on is your Iranian-ness, Iran, you know, what we support. Oh, they would say, well, they're outside Iran, they probably have no clue what's going on inside Iran, so we can easily discount them, but fortunate for us, unfortunate for them, is that our vast majority of members are in Iran. And we have illegal publications being distributed inside Iran. این استدیوی مرز پرگوهر رو که خیلی هم کوچیکه، الان شما راحت نمیتونید توش وایسید، رو ما با امکانات کممون ایجاد کردیم، چون الان زمانیه که باید ارتباط خودمون رو با مردم تقویت کنیم و بیشتر بکنیم. این دستگاه‌ها همش با دونیشن‌های مردم ایرانی‌ها فراهم شده. این میکسر صداست، دوربین تصویربرداریه که به شبکه کامپیوتری وصل میشه و از اونجا میشه برنامه ها رو ضبط کرد رو کامپیوتر. این مانیتور کامپیوتر، دوربین تلویزیون هایی که برنامه ها رو میشه باش کنترل کرد، دوربین سیارمون و میکسر تصویر که بتونیم پیاممون رو و شیوه های مبارزه با جمهوری اسلامی رو در کوتاه‌ترین زمان ممکنه به آگاهی بچه ها و همرزمانمون و همه مردم در درون کشور برسونیم. ما همیشه عقیده‌ای که داریم، به نظر ما در زندان رو باید از بیرون باز کرد و اینکه از بیرون ما باید فعالیت کنیم که این در زندان رو باز کنیم و در حقیقت اون پتانسیل داخل ایران رو بهش چیز بدیم، بهش نیرو بدیم که حرکت کنه و این یه انفجار عظیم داخل ایران به وجود بیاره.